سلام به تمامی بینندگان پرژین اوارتس. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید حالتون خوب و خوش باشه. در برنامه امروز میزبان جناب آقای فرهاد سروری هستیم. جناب سروری خوش اومدین. سلام به شما و بینندگان عزیز. تشکر میکنم از دعوت شما. تشکر. خواهش میکنم. جناب سروری اگر لطف کنید بیشتر خودتون رو برای بینندگان ما معرفی کنید ممنون میشم. حتما. نام احمد فراز سروری است. مهاجر افغان فعلا در آلبانیا زندگی میکنم. از 6 ماه به این سو از افغانستان مهاجرت کردیم به خاطر بعض مشکلات که در افغانستان به وجود آمد، به خاطر تهدیدهایی که به مرگ به ما رسید و مجبور شدیم که سرزمینمان رها کنیم و فعلا به آلبانیا آمدیم. من در افغانستان متعلم مکتب بودم، در پهلویش بعضی کارهای رضاکارانه هم انجام میدادم و با انجوهای مختلف در بخش جنر کوالتی و کوالتی جیگشن کار میکردم. بله، چند سالتونه؟ تازه 18 ساله شدم. یک ماه پیش 18 سال شدم. دیگه نظر به کارا و چیزایی که انسان خوبتر بهتر میفهمن، انسان ها زیادتر نسبت به سنشان روش میکنه و بعض شرایط بوده که ما را کمک کرد و بتانیم زودتر بعض چیزها رو زودتر فرا گیر بگیریم. به او خاطر نویسندگی و کارهای دیگر کم زودتر آغاز کرد نسبت به سینما. تقریبا از چند سالگی شروع کردید به نوشتن؟ از نوشتن به تازه 17 ساله شده بودم که آغاز کردم به نوشتن های بعض از رمان های کوچک دیگه، اما همش ماند تا که چاپ شد. وقتی که باز با آلبانیا رسیدیم باز تصمیم گرفتم که چاپش کنم و قسمی که جریان هست این اولین کتابم چاپ شد تقریبا 1 ماه پیش و در آلبانیا که اولین کتاب بود. اسم کتابتون رو اگه لطف کنید بگید. بله، کتابی که به چاپ رسیده به نام رویای افغان است، An Afghan Dream. میشه درباره گفت درباره قصه دخترای افغانی است که اونا آرزوهای بزرگی دارن که میخواین حتی رئیس جمهور شوند. قصه به زبان انگلیسی نوشته شده. من قصه را یک اندازه در افغانستان نوشته کردم، یک اندازه که نیاز به دیزاین و چاپ داشت و وقتی که از افغانستان مهاجر شدیم با آلبانیا بسیار سخت بود ما شرایط و با توسط کمک بعض دوستای آلبانی و بعض دوستایی که اینجا بودن ما رو تشویق کردن، کمک کردن و توانستیم بسیار مدت کم مسائل دیزاین رو حل کنه و به چاپ برسه و بعدا فعلا در آمازون به فروش گذاشتیم و یک موفقیت بسیار بزرگ بود. دوستای زیاد به ما تشویق میکردن و به خودم هم یک احساس بسیار خوش داشتم به خاطر که وقتی شما مهاجر میباشین آرزو دارم که هیچ کس مهاجر نشه و وقتی که کس مهاجر میشه زیادتر از یک سرپناه و زیادتر از یک غذا نمیتونه یک چیز را توقع داشته باشه، اما خوشبختانه خداوند مساعد کرد و دوستا بودن و توانستیم به همکاری و دوستا و هموطنهای عزیز ما با دعاهایشان توانستیم که کتاب تمام شد و به چاپ برسه. و کتاب در رابطه با یک قصه دختر افغانی است که میخواهد از جمهور شد و قصه به شکل نان فیکشن است، یعنی به حقیقت نیست حقیقی، اما تمام مسائلی که در داستان آمده تمامش بیانگر از شرایطی است که دختر افغان در جامعه افغانی دارد. یعنی شما مکمل یک تصویر میگیرین که چگونه زندگی در افغانستان به عنوان یک خانم میباشه. بله. خب چی شد که این کتاب رو نوشتین؟ این ایده از کجا به ذهنتون رسید؟ ایده وقت رسید که شرایط بسیار سخت میشد روز به روز در افغانستان. سالهای 2019 و 20 هر روز حملات انتحاری بود، مشکلات زیادتر بود و خصوصا به هم از در پهلوی تمام مشکلات که وجود داشت به خانم ها و دخترها مشکلات زیاد وجود داشت در افغانستان تا که تا هنوز وجود داره در زیر حکومت طالبان. تا هنوز دو انگام هم زیادتر مشکلات جنسیتی بوده، اپورچونیتی ها فرصت ها کم بود به خانم ها، از هر نگاه مشکلات زیادتر تحمیل می شدن دختر خانم ها افغان نسبت به آقای ها. وقتی که با دوستان صحبت می کردیم، وقت جای می رفتیم، وقتی زندگی از اونا رو با خود مقایسه میکردیم با ما بسیار سخت میشد قبول کردن ای که چرا دخترها و خانما فرق دارن در افغانستان. وقتی ما برنامه رو میرفتیم اونا تا یک اندازه بنفیت
جدای از خود داشتن موج منفی جدا، اما این فرقها رو وقت می دیدیم یک قسم به ما ناخوشایند بود که چرا این فرقها وجود داره با این که جهان با یک سوی دیگر روان است ما با یک سوی دیگر روان است. بعضی گادیا گرفتیم که چگونه می تانیم تا حد اندازه به افغانا و خصوصا به دختر خانما کمک کنیم. گفتیم می تانیم تمام قصه هایی که ناگفته است به جهان و به کشورهای دیگر می تانیم به قالب یک کتاب بیاریم. و همو شد که ما از قصه های دخترهای زیاد را که شنیده بودم و امروشان صحبت کرده بودم تمامش تانستم در کتاب بیارم که تمام که بیانگر تمام قصه های دخترهای افغان تمام مشکلاتشان باشه که چگونه از ابتدای زندگیشان که آغاز میکنن تا به ای که به قله های موفقیت میرسن و خواستم پایانش با یک انگیزه بسیار بزرگ که یک دختر میتونه از جمهور شه اوم در افغانستان خواستم خلاصش به او کنم. به او خاطر و یک هدف دیگه می بود که بتانم یک انگیزه به خاطر دخترای افغان بتم که حتی برای یک بارم شده فکر کنن که میتونن از جمهور شون، یعنی میتونن در همه چیز مثل آقایا سهم داشتن، حتی میتونن از جمهور شون. و آرزوی من این بود تا وقتی که نوشته کردم ای که حتی یک انگیزه بسیار کوچک را به دختر افغان برسانم، یک مفکوره برسانم که حتی روز شوان فکر کنن که میتونن حتی یک بار ترای کنن، یک بار کوشش کنن که میتونن حتی رئیس جمهور هم شوان. و به او خاطر خلاصه داستان بسیار به شکل موافقانه تمام کردم که همه گی وقت ایمیج که از افغانستان در وقت تمام میشه به یک آرزوی بسیار خوبتر میرسه و میتونه حتی بعضی از توانایی که از دور نیفامه را پیدا کنم و بعض انگیزه های بسیار بزرگ بگیره. خب در حال حاضر که دختران اجازه درس خوندن ندارن، نظرتون چیه به عنوان یک و به عنوان یک پسر؟ با چند مسابقه به دوستای میکنم صحبت میکنم وقتی به اینجا دوستای خارجی وقتی پرسان میکنم همین سوالشون زیادتر سوال است که شما چی فکر میکنید؟ چگونه از آینده افغانستان چطور میشه بخاطر خصوصا بخاطر دختر خانم ها در بخش تحصیل و آموزش؟ فکر میکنم که شرایط دوام نمیاره. دخترای افغان و خانمای افغان زیاد تغییر کردن، جهان دیدن و زیاد چیزا دسترسی دارن به تکنولوژی در عرصه که ما امروز زندگی میکنیم. در قرنی که ما زندگی میکنیم پر از سراسر معلومات، تکنولوژی و دسترسی به خیلی چیزا داریم که یعنی ما میتونیم از راههای زیاد داریم به خاطر حل یک مشکل استفاده کنیم. فکر میکنم مشکلاتی که به افغانها که در دخترهای افغان خصوصا به وجود آوردن از طرف طالبا که نمیتونن به آموزش دست پیدا کنن به زودی حل خواهد شد یا توسط خود مردم فشار سرشون خواهد آمد و یا خود طالبا دیگه گزینه را نخواهد داشتن و حتی شاید یک رای شوه که شاید فرار کنن از افغانستان و برن به اینجا تحصیل کنن به خاطر که دخترای افغان و خانمای افغان و حتی در کل مردمای افغان الف درک کردن و فهمیدن که از تحصیل نمیشه گذشت، هر چی باید کنیم اما باید تحصیل رها نکنه و تحصیل یکی از راهای پیشرفت و موفقیت در نسل‌های بعدی ماست و به او خاطر جوانای افغان و خصوصا دخترای افغان خیلی مبارزه میکنن. تا هنوز وقت صحبت میکنم امروز بعض دوستای ما تا هنوز هم مکتبای آنلاین به وجود آوردن، موفقانه متوانستیم با بعض دوستای ما بعض صنفای آنلاین برگزار کنیم که بعض دوستا مهارت ها داشتن، توانستیم توسط زوم و توسط دیگه اپا حتی روز نیم ساعت یک ساعت بعض اسکیلا رو امروشون کار کنیم تا بتونن حداقل اگر مکتب نمیرن دیگه اسکیلاشن پیشرفت کنه. اما فکر میکنم این مبارزه دوام داره، مبارزه اگر شکل قلم است یا به شکل تظاهرات است به هر شکل هست دوام خواهد داشت و به زودی خواهد دیدیم که یک مردمای ما زیادتر به نالج و آموزش زیادتر دسترسی پیدا خواهد کرد و آرزو به این است که به زودی مشکل حل شود و بتونن همگی به شکل خیلی آرام و شکل خیلی جمعی هم بتونم به مکتب برن و دوباره آموزش شروع کنم.
چه ایده قشنگی که شما در حال حاضر در افغانستان نیستید و از طریق آنلاین سر میکنید که به دوستانتون کمک کنید و خیلی خوبه. یه سوال دیگه ای برای من پیش اومد. به نظر شما در شرایط فعلی که افغانستان داره، آیا درسته که همه کسانی که حالا یا توانایی مالی دارن یا تحصیلاتی دارن از افغانستان خارج بشن و به یک کشور دیگه ای برن؟ پس افغانستان چی میشه اگه قرار باشه همه از افغانستان بیان بیرون؟ آیا به نظرتون افغانستانی میمونه؟ به نظر من موافق نیستم کسی از افغانستان خارج شوه تا کی که تهدید به مرگ شوه، تا کی که مجبور شوه فرد. هر کس دلالی خود داره، وقتی از افغانستان خارج میشه هیچ کس دوست نداره مهاجر شوه، خصوصا ترک کردن وطن، یعنی ترک کردن مثل مادر است و بسیار سخت است به همه افغانایی که و هر افرادی که کشور خود ترک میکنه. با هم خیلی سخت بود تا روزی که به پرواز بیامدیم، در طیاره بالا میشتیم، اشکای خود کنترل نمیتونستیم، حتی خنده رو میاوردیم اما بازم کنترل نمیتونستیم. با هم بسیار سخت بود، با تمام فامیل سخت بود، اما بعد از دلایل وجود داشت که ناگزیر بودیم، دیگه راهی نداشتیم به ترک وطن. اما وقتی افغانستان رو ترک کردیم، بعد از او از دید دیگر افغانستان دیدیم، از دید دیدم که نه، حالا ما میتونیم افغانستان رو کمک کنیم. مهم نیست که وقت افغانستان باشیم یا دیگه جا باشیم، حتی شما میتونه از سراسر جهان آینده کشورتان باشه. وقتی من در افغانستان اگه می بودم شاید زنده نمی بودم، و یا اگه می بودم شاید به او توانایی نمیتونستم که خود کمک کنم، پس چی میرسه که به فامیل خود و جامعه خود کمک کنم. فکر میکنم که تا اندازه که انسان مجبور نشه و بتونه زندگی خود ادامه بده، افغانستان و کشور خود یک آپشن بسیار خوب است و هیچ کس دوست نداره کشور خود، تا که ناگزیر میشه و راهی نشه دیگه. اون رو ما بهتر میفهمه که دیگه راهی نه باشه بدون ترک وطن، بخاطر که هیچ کس دوست نداره وطن خود ترک کنه. اما دوستایی که بیشتر در خارج هستن و مهاجر میشن، به شمول خود ما که مهاجر هستیم، فکرشان بیشتر میشن به افغانستان، توجهشون بیشتر میشه و روز خواهش میکنن و آرزو میکنن که یک روز دوباره برگردن. ولی نظر ما ای است که دوستایی که در افغانستان میتونن، یعنی خطر تهدید مرگ برشان نیست و یا مشکلات بسیار بزرگ براشان نیست که میتونن در افغانستان باشن، از این بهتر وجود نداره که در افغانستان و سرزمین خود خدمت کنیم نسبت به اینکه روز شب روز در کشور دیگر بگذرونیم. ولی وقتی که مهاجر میشیم در او شرایط باز هم به فکر کشور خود هستیم و آرزوی ما میست که هم مهاجرها یک روز بتونیم یک روز دوباره به افغانستان برگردیم و بیشتر کمک کنیم و با فضای صمیمانه در کنار مردم خود باشیم و بیشتر از هر نگاه بتونیم با اونا نزدیکتر باشیم. ولی در این شرایطی که ما مهاجر هستیم، شخصا خود ما، فامیل ما و دوستایی که در آلبانی هستیم، خیلی کوشش میکنیم از هر نگاه فاندرایزینگ زیادی را به وجود آوردیم به خاطر کمک دخترای افغان، با دخترای افغان، با قشر مختلف افغان ها صحبت میکنیم، کمک هایی که میتونیم امروش مشوره میکنیم، اونا از ما مشوره به خاطر تحصیل پرسان میکنن و تا حد توان خود خیلی کمک میکنیم تا بتونیم به افغان خود کمک کنیم. اگر دور از وطن هم هستیم تا اندازه بتونیم، اما مسئولیت شهروندی خود از دور از کشور، بیرون از کشور حتی برآورده کنیم. در آلبانیا در این مدتی که بودید، استقبال مردم آلبانیا چجوری بود از شما؟ استقبال مردم آلبانیا خیلی خوب بود. پرواز زیادی از افغانستان شد به آلبانیا از ماه آگوست شروع تا به ماه سپتامبر و تا این ماهی که قبلا بود ماه فوریه، همچنان مردم زیاد آمد. مردم آلبانی مردم بسیار خوبی هستن، بسیار مهمان نواز مثل افغانای ما هستن و از روزی که ما اکتبر آمدیم به آلبانیا، اینا بسیار استقبال گرم کردن، به پرواز به فلایت پیش ما آمدن و پیش میدانهای نخست وزیرشان و وزیر خارجیشان به استقبال هم آمدن. خیلی کسایی از رتبه های بلندشان، حکومتشان به استقبال ما، به کمپ های مهاجرین در آلبانی آمدن و خیلی رفتار خوب تا هنوز کردن، کمک های بیشتر کردن و تا هنوز با ما طوری رفتار کردن که ما از خود کشور خودشان هستیم و یک بسیار
یعنی شما نمیتونید که به یک اندازه بسیار سخت اینجا مهاجرت بگذارید، به خاطر که زندگی در مهاجرت و زندگی در خصوصا در کمپ های مهاجرین بسیار سخت است و بدون از غذا و بدون سرپناه دیگه چیزی رو شما در دست نخواهد داشتین. اما در این کمپ هایی که ما در آلبانیا وجود داریم، استقبال مردم و استقبال حکومت بسیار زیاد است، کمک های بسیار زیاد است، مردم میان به پرسان ما، مردم با ما عید تجلیل میکنن، میخوان تجلیل کنن فردا و بعض برنامه هایی که خودشان از کریسمس دارن، ایستر دارن، دیگه برنامه هایی که دارن اونا رو ما رو دعوت میکنن. با ما خیلی زیاد گروپ های مختلف اینجا با ما آمدن، تئاتر و نقاشی و امراه جوان های افغان، نوجوان ها و اطفال بسیار کلوز هستن و بسیار کوشش میکنن تا بتانیم که غم و درد خود تا اندازه فراموش کنیم و یک محیط خوب و آرامش داشته باشیم، با اینکه تمام مشکلاتی که افغان ها سپری کردن و بسیار با مشکلات و بسیار با قلب‌ها شکسته از کشور خارج شدن، تا اندازه زیاد ما کمک میکنن و استقبالشون بسیار گرم است. خب شما قرار در آلبانیا بمونید یا نه به صورت موقت هستید تا به یک کشور دیگه ای برید، درسته؟ بله، دوستایی که اینجا هستن با کشورهای مختلف میرن، زیادترشون با کشورهای کانادا، امریکا، جرمنی میرن که از جمله فامیلایی که هستن، بعض فامیلا از گروپ های مختلف اسپانسر شدن با انجوهای مختلف، کسایی که ژورنالیسم بودن، کسایی که با موسسات وومن دیفندرز کار کردن، یعنی افراد مختلف اینجا آمدن و مردم ها به کشورهای مختلف کیس ها وجود دارن که خوشبختانه ما هم در روز چهارشنبه پرواز ما از آلبانیا به ایالات متحده آمریکا است. به سلامتی. خب وقتی برسی آمریکا هدفتون چیه؟ دوست دارید اونجا چیکار کنید؟ هدف بسیار خوب جالبه دارم. وقت با دوستان شریک میشم، اونا هم بسیار استی میشن. وقت ما در افغانستان بودم تمام فکر ما به تجارت و رویای خودم بود. وقت به آلبانی رسیدم تمام شرایط وقت تغییر کرد، کسی دیگر پیدا کردم، خواستم که دیگه زندگی خود از سقف کمک به کشور خود و به کسایی که تجربه تلخی از مهاجرت مثل ما را دارن صرف کنم. پلان دارم که وقتی در ایالات متحده آمریکا رسیدیم، بعد یک مدت که سرپا شدیم، بتونم یک موسسه یا یک موومنت رو برای بندازم که در سراسر جهان، حتی تنها افغانستانی که در سراسر جهان تمام مهاجرایی که تجربه تلخ از زندگی و از مهاجرت داره اونا را کمک کنه و بتونم با اونا یک سرپناه غذایی و به شرایطی که اونا مشکل دارن کمک کنم. و هدف ما این است که وقتی اونجا رسیدیم یک مؤسسه با کمک دوستا آغاز کنیم که تا بتونن مهاجرین در سراسر جهان به کشورهای مختلف کمک کنیم و تا اندازه کمک کنیم و کوشش کنیم تا تجربه که ما دیدیم و دیگه دوستا دیدن او را اونا سپری نکنن و یک آینده درخشان داشته باشن. خب اولین کتابتون که نشر شد و به چاپ رسید و به فروش رسید، آیا مورد استقبال چه کسانی بیشتر قرار گرفت؟ استقبال بسیار گرم بود از طرف دوستای افغان ما، دوستای آلبانی و دوستایی که از ایالات متحده و دیگه کشورها اینجا بودن و در کمپا امرای ما کار میکنن، اینا استقبال بسیار گرم کردن. کتاب به نام کتاب رویه افغان قسمی که یاد کردم هست و وقتی که قسمی که یادآور شدم، شما وقتی مهاجر میشین بیشتر از سرپناه و غذا شما نمیتونید توقع کنید و چی برسه که شما کتاب نوشته میکنه، بازور چاپ میکنه در محیطی که شما هیچ مردم نمیشناسین، با پولی که شما ندارین چگونه آغاز میکنین، بسیار سخت میباشه. اما با کمک دوستای آلبانی ما، اونا دوستای خارجی ما که اینجا با ما به شکل رضاکاران اینجا اومدن و مهاجرین افغان در کمپای آلبانی زبان انگلیسی تدریس میکنن، اونا به شکل رضاکار اومدن امرا ما همکاری کردن. استاد انگلیسی امرا ما که از ایالات متحده آمریکا اومده بودن امروز ما همکاری کردن به شکل ادیتش که ادیت شوه و دوستای آلبانی ما با ما فندرایزینگ آغاز کردن، از کمیونیتی و پارتنرهای خود پول جمع کردن و بعدن باور کنیم بسیار جونی بسیار جالب بود با ما، بخاطر که خودشان فالوآپ میکردن، خودشان مرا به چاپ به جای چاپ میبرد مرا بردن، خودشان به ما دیزاین به ما گذاشتن و خوش کردیم، پولش خودشان پرداخت کردن، برنامه رو خودشان آماده کردن. یعنی یک جونی بسیار جالب بود که حتی حس نکردم که مردم بیگانه ای هستن، فکر کردم که افغانای ما هستن.
مردم آلبانیا، مردم کشورهای مثل امریکا و کانادا و مردم افغان ما خیلی اینج با ما رفتار دوستانه کردن و تمام جونی با ما کمک کردن تا تانستم کتاب چاپ کنم و پولش پرداخت کنم تا او بعدم چاپ شد و بعدم برنامه بخاطر افتتاحیش بگیریم در آلبانیا. استقبال بسیار گرم از دوستا بودن و بعدم به فروش گذاشتیم و مردم بسیار استقبال میکنن، مردم با من تماس میگیرن، مصاحبه میکنن، پرسان میکنن که در کجا میتونم به دست بیاریم، در کدام کتابخانه وجود داره و چگونه میتونم کپی شما رو بگیریم، چگونه میتونم امضای شما در کتاب بگیریم. و بسیار خوش میشن وقتی کتاب میخوانن و نظرهای خود شریک میستن و بسیار اگر یک ایمیج درست از افغانا و یک بسیار تشویق میکنن افغانا را، خصوصا کسایی که در حالت مهاجرت و در کمپ مهاجرین هست، اونو زیادتر کمک میکنن تا با افکارشان و با آرزوهایی که دارن و با کمکهایی که میتونن کمک کنن. و یکی از به خود افغانا و به کسایی که اینجا بود یک بسیار اکسپیرینس، یک تجربه بسیار جالب بوده تا یک نفر مهاجر میشه یک کتاب چاپ کنه و مردمایی که او رو نمیشناستن استقبال کنن و او رو کمک کنن. بله بسیار عالی. و این کتاب فقط به زبان انگلیسی نوشته شده؟ بله، به فعلا به زبان فارسی داره. بله، فیلم به زبان انگلیسی شده. به زودی کوشش میکنم که به شکل زبان دری ترجمه شوه و به دسترس هموطنان ما قرار بگیره و به شکل هارد شم به افغانستان هم فرستاده شوه. دخترای افغان از این کتاب استقبال کردن یا نه؟ خیلی استقبال گرم کردن، خصوصا دخترایی که در کمپ ما هستن. من قبل از کتاب به چاپ برسانم نسخه را همراهشون شریک ساختم و همراهشون گفتم که شما میتونین دیدان را شریک بسین، آیا چیزی که من نشته کنم واقعیت است یا خیر. اونا استقبال بسیار گرم کردن، بسیار چیز انگیزه های قوی به خاطر نوشتن کتاب پیدا کردن از کتاب من و با ما مفکورهای خود شریک ساختن که چگونه میتونم بیشتر نشته کنم درباره دخترای افغان. دخترایی که در مهاجرین کمپ آلبانیا بود زیادتر توانستم امروزشون صحبت کنم و دخترایی که در افغانستان بودن از دوستای من بسیار مسیجای بسیار مسیجای انگیزی و بسیار مسیجای خوب دریافت میکردم که اونا دوستاشون که چی وقت به دست بیاریم کتاب چگونه ما میتونیم آغاز کنیم. حتی با من جالب بود که بعد دو روز بعد از اینکه کتابم چاپ شد دوستای دخترای بعض دخترایی که من اصلا نمیشناختم دخترای افغان من پیام کردن که ما هم تک بعض قصه ها داریم، آیا علاقه مند هستین که اونا رو نشته کنین یا علاقه مند هستین که ما نشته کنیم شما ما رو کمک کنین. یعنی بسیار انگیزه، بسیار جالب بود و بسیار جای خوشی بود که حتی تونستم بعض اندک حتی اندک مردم علاقه مند کتاب باشه و حتی وقت بگذارن کتاب بخونن. یک انگیزه بسیار خوب به من بود و خصوصا از نگاه تمام چیز بسیار عالی بود، از انگیزه هایی که ما بله بسیار زیاد و بسیار سپاسگزارم از تمام دوستایی که ما رو کمک کردن تا هنوز و تا هنوز هم پیام های بسیار زیبا روان میکنن و تا هنوز هم ما رو تشویق میکنن تا ایران را ادامه بدیم. باز هم دوست داری درباره زنان بنویسی؟ بله، یا ما پلتفرم به نام anafghan.com آغاز کردیم، فعلا در روی کار است که anafghan.com یک برند پرسنال می باشه که از طرف خودم تمام پروژکت ها و تمام کارهایم که در رابطه با افغان ها هست در اون نشر میشه. پلان های بعدی همچنان کتاب هایی هست که درباره دختر افغان نشته می کنیم، قصه های زیاده درباره مهاجرین که اینجا آمدن چگونه رسیدن درباره ازش می کنیم و کتاب های زیاده در آیدیه های زیاده در راه هست. به زودی انشالله شاید این خواهد بودین که ما پلان های زیاده رو بخاطر خصوصا بخاطر مردم های افغان ما و خصوصا به دخترهای افغان خواهد داشتیم در بخش توانمندسازی و آموزشان. آقای سروری، از هموطنان خودتون که در همین زمینه فعالیت دارن چه انتظاری داریم؟ انتظار بیش نمیتونیم بکنیم به خاطر که شرایطی که در افغانستان فعلا وجود داره شرایط بسیار سخت است و اونا زیادتر کمک نیاز دارن نسبت به ما. پس در این شرایط فقط چیزی که ازشان میخواهیم این است که یک دیگر تشویق کنیم، یک دیگر کمک کنه و هوای به گفته مردم ایران هوای یک دیگر داشته باشه. حمایت از به هم یک دیگر
بله. از هموطنان خودتون خارج از افغانستان چه انتظاراتی دارید؟ مردمایی که توان اهدای پول دارن یا خارج از کشور هستن یا میتونن کمک کنن، خیلی دوست دارم که اونا هم در فندرایزینگ که ما آغاز کردیم، در گوفندمی یک جمعوری پول آنلاین که در فندرایزینگ آغاز کردیم که تا هنوز یک مقدار پولش رسیده و ای که پولی که با ما جمعوری میشه از تمام مردمایی که علاقمند هستن میتونن پول اهدا کنن. دوستایی که در خارج از کشور است یا در افغانستان است و کشور مختلف است، چه مردم افغان است و یا چه مردم کشور مختلف است، اگر میتونن و دوست دارن میتونن ما را حمایت کنن، میتونن حتی $10 اهدا کنن تا بتونیم کتاب رو چاپ کنیم، تا دوست کتاب قصه های افغانه نشر کنیم و پخش کنیم با دیگه دوستا، و تمام عوایدی که از فروش کتاب میرسه تمامش صرف آموزش و تعلیم‌رسانی زنا و دخترای افغان میشه. قسمی که ما یک ماه قبل با بعضی همکاری از بعض دوستای ما از کشور انگلستان بعض مقدار پول آماده کردیم و به افغانستان روان کردیم و در ولایت هلمند برشان لوازم مکتب برشان خریده کرد. ما میخوایم بیشتر تر بکنیم و فنرایزینگ که آغاز کردم، توسط فنرایزینگ و توسط پول کتاب بیشتر چاپ میشه و توسط کتاب با دوستا نشر میشه و قصه های افغان بیشتر پخش میشه در بین مردم و با تمام عوایدش صرف آموزش و تعلیم‌رسانی زنان و دختران افغان در افغانستان میشه. در اصل هدفتون از نوشتن این کتاب اینه که صدای زن افغان رو به گوش تمام دنیا برسونید. بله بله، تا قصه های دختر افغان زیادتر پخش کنیم، تا دختر افغان چگونه زندگی رو که خیلی کسا نمیفهمه یک قصه ناگفته است اون رو نشر کنیم. بله بسیار عالی، امیدوارم که دوستان و هموطنان عزیز حمایت کنن این جوانان با استعداد و هنرمند رو. امیدوارم روزی برسه که ما شاهد اتفاقای خیلی زیبا باشیم برای این هنرمندا. حمایتشون کنید، بذارید پیشرفت کنن و باعث خوشحالی ماست که جوانان با استعداد و پر انرژی همچون شما داریم. تشکر میکنم، سلامت باشین. بله قابل یادآوری است که دوستایی که میخواین زیادتر درباره کتاب بفهمن و زیادتر معلومات بگیرن و میخواین لینک های بخاطر اهدای پول یا بخاطر خریدش از آمازون پیدا کنن، میتونن صفحاتی که در اینستاگرام و در فیسبوک هست میتونن نشته کنن ان افغان دریم، یک آرزوی یک افغان رو در انگلیسی، و میتونن سفارش کنن، میتونن کتاب از اونجا سفارش بدن و اگر میخواستن کمک کنن یا میخواستن امرم صحبت کنن تا نظرات خود شریک بسن، خیلی دوست دارم که امرم صحبت کنم. کسایی که علاقه من هستن میتونن امرم صحبت کنن تا همکاری اونا یا همکاری ما که دالبانی ها هستیم تا اندازه که در توان داریم با اونا هم همکاری کنیم، و اگر میخوان بیشتر بفهمن میتونن و از صفحه پیام صفحه فیسبوک ها ان افغان دریم یک پیام بگذارن و بیشتر ماشو صحبت کنیم و بتونیم ببینیم که کی زیادتر میتونیم که یک دیگر همکاری کنیم. بخاطر هدف ما از نوشتن کتابی بود که آرزوی افغان با دیگه مردم شریک بسازیم و بتونیم توجه مردمای خارج و مردمایی که دور از کشور هستن زیادتر به افغانا و دخترای افغان بداشته باشه. بله امیدوارم که همیشه موفق باشی و بهترین اتفاقات توی زندگیتون بیفته. در آخر اگر حرفی دارید بفرمایید. تشکر میکنم ابتدا از شما از اینکه وقت دادین و دعوت ما کردین، و بعد از تشکر میکنم از فامیل ما، از دوستای ما و از تمام همکارا و تمام اساتید و تمام افرادی که در داخل کشور افغانستان و خارج از کشور افغانستان مرا تا هنوز کمک کردن و تا هنوز مرا تشویق کردن، چه در عرصه های درس بوده، در عرصه های کتاب بوده، در هر عرصه که مرا کمک کردن و با هم باور داشتن، خیلی زیاد تشکر میکنم ازشان و آرزو به این دارم و نیازمند دعاهای همه دوستای افغان و تمام مردم جهان هستم که بیشتر نشته کنیم، بیشتر کمک کنیم، نه تنها به افغان ها بلکه به تمام مردم های که سرسر جهان هستن به اندازه که توان داریم کمک کنیم تا بتونیم این جهان یک جهان بهتر بسازیم. با آرزوی موفقیت و درخشش زیاد برای شما هنرمند جوان و با استعداد و پر انرژی، امیدوارم که همیشه موفق باشی هر کجای دنیا که هستی و به تمام هدفهایی که داری برسی.
جهان سپاس بانو رحمانی تشکر از وقت شما سلامت باشین دوستان عزیز این بود برنامه ما با جناب آقای فرهاد سروری تا دیداری بعد خدایا رو نگهدار